با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های نهایت محترم. امروز 56 قسمت از درسی مضمون گرافیک تبلیغاتی قرار داریم. در این درس، قسمی که شما قبلا به درس های دیگه آشنا شدین، ما روی پیکتوگرام های کشورهای جهان به شما معلومات میدم که هر کشور یک معنی و مفهوم خاص خود دارم. در اینجا خوب هستن که یک تعداد از کشورها رو به معرفی بگیرم. هر کدام از کشورها نمادی از یک کشور هستن. مثلا نماد یک کشور لندن، هندوستان هستن، مصر هستن، تاج محل هندوستان، ترکیه، عربستان سعودی. گذشته از که امی شکل تمام اینا طراحی شده، خوبه من یک نمونه از طراحی که قبلا کار شده اینا رو بر شما به معرفی بگیرم. اینجا یک چند نمونه از کارها را داریم که امیدوارم که برای شما دلچسب واقع شوه. سان فرانسیسکو به این شکل تراشته، لندن، نیویورک، پاریس، لس آنجلس، برلین، شیکاگو، تورنتو، تکساس. در این قسمت ماسکو. هر کشور ما به یک نمادش اینجا تراشته. با این نمادها شما میتونید که نماد خود کشورتان هم بسازین. میتونم نماد کشورتان ارگ ریاست جمهوری باشه، یا یک نشان تاریخی مثل بودای بامیان باشه، یا یک مناظر مذهبی و دینی میشه مثل زیارت سخی مزار شریف. شما نگاه کنید که هر کدام از این یک نمات هسته. اگر هر از گاه ما یک از این نمات ها را به طور نمونه بررسی بگیریم، این را طراحی بکنیم، دانه دانه باید کار شوم. مثلا ما اگر بخوایم که نماد پاریس و برج ایفل پاریس کار بکنیم، خیلی خوب هستن که من یک بار برای شما نشان میدم که چه قسمی ساخته شده با چقدر قطعات خرد و ریز. حالا این برنامه گرافیکی که ما با برنامه ایلستریتور کار کردیم با شما معرفی میکنیم که چطور ما یک محل توسط ایلستریتور طراحی میتونم. کارهای ایلستریشن یا تصویرسازی یک خوبیشی است که هر قدر ما بخوایم برو کلان بسازیم، کوالیتی خدیس نمیته، با مو اندازه با کوالیتی کلان چاپ میشه. من طور مثال این تصویر پاریس را میگیرم، در یک از صفحه های دیگه را عملا کار میکنیم با کوالیتی بیشتر. اینجا یک صفحه جدید میاریم. صفحه جدید که آوردیم ممکنه اون صفحه ما A4 باشه. در اینجا این را پیست میکنیم. رنگش نمی پاریس. ما میتونیم که این پاریس تنها برج ایفلش کار کنیم. به خاطر ما بقیش خیلی زمان برسته، صرف برج ایفل چطور کار میکنیم ما اینجا برای شما عملا یک کزی رو کار میکنیم. شما نگاه کنید این برج ایفل از چند قطعه جور شده، چه شکلی جور شده. اول ما برای شما این رو واز میکنیم، بعد میبینیم که چه قسمت هایش را باید کار شوه که ما و شما او را کار کنیم. اول این یک شکل ساختار کلیش کار میشه. ساختار کلی را میتونیم که بعدا کار کنیم. اول ساختار اولی را کار کنیم. مثلا شما نگاه بکنید هر توته از این یک ساختار داره. این ساختار از این وقتی که بدنه شما اینجا نگاه بکنید، اول یک پشتی جور کردیم، بعد اینا هم انگروپ اگر بکنیم قطع قطع ساخته شده، مثلا این جدا ساخته شده، اینا هم جدا ساخته شده. باز اینا را هر کدام که انگروپ بسازیم قابلیت انگروپ شدن داره. ما در این ساختار هم اینا انگروپ اگر ما بسازیم توته توته تیکه تیکه ساخته شده که هر کدامش نمادی هم و محل بر ما نشان میده. مثلا شما نگاه بکنیم اینا جدا جدا. ما بسیار سریع کار میکنم به خاطر که وقت کم است. صرف برای شما که یک ایده باشه
ای گرچن ای پروژه ها زمان بر است که کم از کم برای یک سال باید روی ازی کار کنی که تا اون پروژه خود ما به دست بریم. در اینجا میاییم یک نمونه را کار میکنیم برای شما، یعنی جانتان گروپ میسازیم. ما باز دوباره به مو ستون سابق یک خط میکشیم، خط کشیدیم. اینجا یک رنگ دیگر انتخاب میکنیم که کاملا متفاوت باشه. یک قسمت کار کردیم، در این قسمت میاییم یک قسمت رو به این شکل کار میکنیم. بعد این قسمتی که کار کردیم یک تذکر رو باید داد که اینجا به این شکل یک مقداری رو دوباره از تمام ساحه ازی میگیریم، به این شکل یک گولش میسازیم. شما نگاه کنید این قسمتی که ساخته شد، باز یک خط منحنی شکل ساخته. میتونیم که اینا را به این شکل کار کنیم. در این قسمت آمدیم، این وقتی کار کردیم این یک قسمت از گل باید ساخت. چه رقم گل ساخت؟ که در اینجا یک قسمت add anchor point میمانیم، یعنی یک anchor point اضافه در اینجا خلق میکنیم به اینجا. در این قسمت هم anchor point اضافه خلق میکنیم. خب این قسمتی که کار گرفتیم، این یه خمیدگی داره. این خمیدگیش با دو حالت کار میشه. هر از گاهی میتونیم که توسط قلم خمیدگیش رو کار بکنیم. تا این قسمت جور شد، این قسمتی که جور کردیم یک قسمت ازی که درست شده، این یک قسمت دیگه ما دیگه قسمتش را میتونیم که توسط هم یک قسمت چی دوپلیکیت بکنیم. اینجا یک کپی میگیریم به این شکل پیست، بعد اینا رو رفلکت دادیم. خب دیواید میزنیم، این پارچه میشه. این اما طرح پشتوانه پشتی هستی را میتونیم که به این گونه ساخته باشیم.
این کار کردیم. خب آمدیم که این قسمت کار شد. حالا موضوع بعدی ما چی هستن که این نماده چطور بتونیم که از اینجا جدا بکنیم؟ این نماده جدا کردن چه بسیار آسان است. یک ساختاری قلم میگیریم به مشکلی را سر طراحی میکنیم. خب این را کاوردیم، این را در بالای از قرار میکنیم به این شکل. این را هم میگیریم دیوایدش میسازیم. این جدا شد. فعلا امون برج ایفل ما تازه شکل گریش هستن. دوباره میم در این قسمت این قسمتی که کار کردیم یک بار یک قسمتش رو میکشیم اینجا. تمام اینا رو به رنگی زرد میگیریم. این یک قسمت برج ایفل کار شد. باز با جزئیات بعدیش اگر بریم خیلی زمان گیر است. دانه دانه اینا رو باید کار کرد. مثلا به صورت بسیار خلاصه باید بگم که این بار که این کار کردی این ساختارها رو میاریم. بعد از ساختارها این ساختارهای خط خطی رو میاریم. مثلا در اینجا نگاه کنید ما این که قبلا کار شده این رو برای شما به معرفی بگیریم. در اینجا یک برج ایفل. فعلا این پروژه ما به صورت عموم یک ساختار چرا گرفت؟ برج ایفل گرفت. اما قسمی که ما در درس داشتیم در اینجا نماد برج ایفل کار شده بود، ما عملا او را آوردیم بر شما. در اینجا نگاه بکنید این قسمت برج ایفل است و هر کدام از تصاویر ما میتونیم که کار بکنیم. خوب هستند که شما محصلین گرامی را به ساختارها آشنا میسازم. هر کدام از این شهرها را که طراحی بکنیم این توانمندی هستم. ایتالیا هست، تایوان هست، اگر همون تاج محل هست. مثلا نمونه شما تاج محل یک نمونه کار برای شما نشان میدم که تاج محل از چه جزئیات کار شده. خب این ما وقتی که باز بکنیم در یک صفحه دیگر اینجا تاج در این قسمت در کنار پاریس برج ایفل یک تاج محل اگر ما باز بکنیم عملا نشان بدیم به این شکل. ما جزئیات پشتش را حذف کنیم که با ساختار خوبتر ما بتونیم که اینجا نگاه بکنید. هر کدام از این با یک جزئیات خاص کار شده، روی هر کدام از این دقت شده، باز یک شکل ریفلکت با
باز شده دوباره تصاویر آمدم که اگر خواستین یک بار دیگه اینا را هم من بلند کار میکنم، به دلیل از اینکه با ساختار اینا آشنا شدین. مثلا اگر این رنگ سیاه بگیرم به مراتب این تصویر خود برجسته تر نشان میده. اینجا نگاه بکن، این تصویر برجسته تر نشان میده. این بود در قسمت ساختن محل های دیدنی و تاریخی. از حوصله‌مندی شما در این درس سپاس تشکر میکنم. موفق و معید باشین.